بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشی. یه تذکر کوچکی، اولا تشکر میکنیم از مناسبت آیه‌ای که انتخاب کردید به مناسبت روز ده العرض و قرائت کردید، تشکر کامل میکنیم از دوست بزرگوارمون آقای میریان. بعد هم یه تذکری از کتاب شریف المراقبات نسبت به مراقبه روز ده العرض که 25 ذی القعده هستش، می‌فرماید که وقد ورد فی الاخبار الکثیره ان فی الخامس و العشرین من ذی القعده نصبت الکعبه و دهیت فیه الارض و هبت فیه آدم و ولد فیه الخلیل و عیسی علیهم السلام و نشرت فیه الرحمه. در این روز وقایی اتفاق افتاده، نصب کعبه، ده و الارض، حبوط آدم، ولادت خلیل و عیسی علیهم السلام و همچنین نشر رحمت. حالا اینها با همدیگه چه ارتباطی داره؟ چه تناسبی است؟ آیا اتفاق در کنار هم در یک روز اینها واقع شده یا یه تناسب واقعی در بینشون در کار هست؟ الان موضوع بحث ما نیست. منها ان امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام اول رحمت نزلت من السماء الی الارض، اولین رحمتی که از آسمان به زمین از باطن به ظاهر تعلق گرفت، فی 25 من ذی القعده و من صام ذلک الیوم و قام تلک اللیله فله عبادت 100 سنه صام نهارها و قام لیلها. 100 سالی که روزش رو روزه باشه و شبش رو بیدار باشه. و ایما جماعت اجتمعت ذلک الیوم، هر جمعی، این انشالله شامل حال ما هم بشه، و ایما جماعت اجتمعت ذلک الیوم فی ذکر ربهم عز و جل، جمعی جمعشن در کنار هم برای اینکه یاد خدای تبارک و تعالی باشن، لم یتفرقو حتی یعطو سؤلهم، اینها جدا نمیشن، متفرق نمیشن تا اینکه اجابت میشه حاجتشون و سوالاتشون. و ینزل فی ذلک الیوم الف الف رحمه، هزار هزار رحمت، که منها 99 فیه لق الذاکرین، که 99 قسمت از این که تو نسخه بدل داره 99000، این فیه لق الذاکرین در حلقه های اهل ذکر، و الصائمین فی ذلک الیوم و القائمین فی تلک اللیله، که 99 قسمت از این رحمت نازله که الف الف رحمت بوده برای صائمین و ذاکرین در اون روز، به خصوص ذاکرینی که در حلقه ذکر هستن. این روایت از امیر مؤمنانه که در حلقه ذکر، یعنی در کنار هم دیگه، یه ذکر اجتماعی در حالتی که با هم مجتمع هستن. بعد خیلی مطالب زیادی رو ایشون بیان میکنه که حتما دوستان رجوع بکنن که ده العرض حقیقتش چی هستش و اینکه نصب کعبه و ده العرض نعمتش چقدر برای انسان و رابطه با انسان مؤثره. بعدم کلیت عوالم مختلف رو بیان میکنه، بعدم خلاصه مسائل دیگه تا میرسه به اینجا که میفرماید که این مقدمه که زیارت و حج بعد از این نصب کعبه و ده العرض محقق میشه که ماه ذی‌الحجه بعد از اون میاد، که این مقدمه برای اونه، چه آثاری میتونه داشته باشه. بعد این رو میفرماید که این کعبه که ظاهره و رفتن به حجش و طواف دورش یک در حقیقت عمل عبادی عظیمه که آثار بسیار داره، این تازه ظاهری است از یک باطن، که کعبه ظهوری است از یک حقیقت باطنی. و به عبارت اخرى هذه النسک مؤدت للعامل بها، کسانی که این عمل ظاهری رو انجام میدن، این نسک عبادی کعبه و زیارت کعبه و بیت الله رو انجام میدن، این عامل است به این تا الی زیارت الکعبه الحقیقیه، که به زیارت کعبه حقیقیه نائل بشه. التی ورد فیها، که وارد شده روایت در اون کعبه حقیقیه، که انه لا یسعونی ارضی ولا یسعونی ارضی و سمائی بل یسعونی قلب عبدی المؤمن، که کعبه حقیقی
قلب بنده مؤمن من است که از این عبادت ظاهری که باید انسان بکوبه و این فاصله طولانی رو و اون اعمال سنگین رو و اون مقدمات بسیار رو تحمل بکنه تا بره به این زیارت، درسته؟ این زیارت تازه ظاهری است از یک حقیقت باطنی، که اون حقیقت باطنی چی هستش؟ رسیدن به اون حقیقت روایتی که میفرماد لا یسعنی ارضی و سمائی ولکن یسعنی قلب عبدی المؤمن، که انسان پس از این میتونه به او، نه اینکه بگی من یک سره میخوام برم اونجا. اگر کسی این کوشش رو کرد و این لایه رو تونست متحقق بکنه، این قدرت بر تحقق اون مرتبه باطن رو هم میتونه پیدا بکنه و همراه او به این میرسه. اگر کسی میتونه به مرتبه ظاهر برسه و به باطن عبور نکنه، اما اگر میخواد به باطن برسه حتما باید از ظاهر عبور بکنه، راهی غیر از این نیست. راه معلوم است، راه روشنه. لذا میفرماید و به عبارت اخرى روز ده و الارض هی مورستون لمعرفت نفس التي فيها معرفت الرب. پس ببینید روز ده و الارض با این نگاه چقدر عظیم میشه که از مرتبه قدردانی مرتبه ظاهر که اون نسب کعبه و نشر رحمت و ده و الارض است، انسان به چی میرسه؟ به عبور از این مرتبه به قبله حقیقی و کعبه حقیقی که بیت الله حقیقی است، که لا یسعنی ارضی ولا سمائی، یا لا یسعنی ارضی و سمائی بل یسعنی قلب عبدی المؤمن، که این قلب عبد مؤمن. لذا میفرماید که اولیای تحت قبابی لا یعرفهم غیری، اگر کسی من اهانلی ولیان فقط بارزنی بالمبارزه، در حدیث قدسی که اگر کسی ولی من رو بهش اهانت بکنه با من به معارضه برخواسته. حواسمون باشه که نسبت به مؤمنین دیگه، هر قدر هر مرتبه از ایمان تو وجودشون تحقق پیدا کرده، حواسمون باشه به همون نسبت اینها چی هستن؟ بیت الرب بند. و اهانت به بیت الرب با اون عظمتی که برای بیت الرب ذکر شده، برای مؤمن اعظم از او ذکر شده. دقت میکنید؟ این بحثی است که ایشون میفرماید. حالا ان شاءالله دوستان خودشون رجوع بکنن، بحث مفصلی کرده راجع به این مسئله. باز هم یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بحثی که در انتهای مقدمه داشتیم، رسیدیم به روایتی که از نبی مکرم صلوات الله و سلام علیه ذکر شده بود، که روایت رو می‌خواستیم خدمت دوستان تلاوت بکنیم. و اذا التبست قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم فاذا التبست علیکم الفتن، وقتی که فتنه ها و امور بر شما متشابه شد، و این در حقیقت التبست حالت لباسی به تنش کرد که متشابه بود و آشکار نبود، تشابه پیدا کرد، که قطع اللیل المظلم، مانند تکه ها و پاره های شب سیاه تاریک. شب هست، شب تاریک هم هست، مثل همون روایتی که میفرماید که شرک مثل چی میمونه؟ دبیب نمله سودا بر صخره سما فی اللیلت الظلما، در حقیقت توی شب تاریک بر یک صخره خیلی در حقیقت چی؟ هیچ پستی و بلندی نداشته باشه، که این خلاصه. و همچنین اون خلاصه دبیب نمله در صخره سما، در لیله ظلما، در حقیقت ببینید این میگه شرک ورودش تو وجود انسان، این یعنی مراتب پنهانیش خیلی سنگینه. اینجا هم که میفرماد که قطع اللیل المظلم، معمولا تو نور هیچگاه شیطان تو نور امکان نداره با انسان رابطه برقرار کنه، چون تو اونجا رسواست. لذا شیطان کارش همیشه تو اونجاییست که التباسه، تشابهه. هر جایی که تشابه باشه، فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه، دقت میکنید؟ تشابه و استفاده از متشابهات کار. لذا شیطان تو تاریکی ها سراغ انسان، تاریکی، البته تاریکی چی هستش؟ در نبود محکماته، تاریکی در نبود محکماته. لذا اگر به ما دائما میفرمایند حضرات معصومین علیهم السلام علمند، پرچمند، مناره هستند، دقت میکنید که اینها ما رو تو تاریکی نشون بدن که باید کجا رو نگاه بکنیم، دنبال علم باشیم. تا چشمو از علم برداریم جای تصرف شیطانه، تا چشمو از اون مناره ها و مصابیح ورداریم جای تصرف چی میشه؟
جای تصرف شیطان باز میشه. لذا میفرماید که کقیت اللیل المظلم فعلیکم، اگر گرفتار شدید اینجاها، ازل تبست علیکم الفتن کقیت ال، اون علم اون فتنی که تاریکی های ظلمان در تاریکی های ظلمان ایجاد میشه، فعلیکم، اگر راست باشه ما اگر در زمان پیغمبر بودیم صلوات الله و سلام علیه و مبتلا می شدیم به سختی ها و احتمال تاریکی ها رو می دادیم و دنبال راه نجات بودیم، رجوع می کردیم به پیغمبر صلوات الله و ایشون این رو می فرمودند، چقدر وقتی که از ایشون می شنیدیم تو اون حالت برامون هدایت زا و اثر بخش بود، چقدر اثر بخش بود با اون اطمینانی که به این همونه که بیان شده. علمای ما در طول تاریخ این زحمت رو کشیدن و این خونها ریخته شده تا این حقایق اینجوری به راحتی به دست ما برسه. یعنی در حقیقت عمر ما رو به قدری سعه دادن با شهادتهای خودشون و سختیهای خودشون که ما انگار در زمان معصوم و در زمان نبی ختمی باشیم و انگار داریم همین سوالها رو میکنیم و اونا دارن جواب میدن به ما. اگر میگیم ما زمان معصوم بودیم یا تقاضای دیدار معصوم رو داریم، اگر بودیم میشنیدیم چقدر اثر میکرد، اگر الان شنیدیم اون اثر رو کرد، معلوم میشه که اون زمان هم بودیم این اثر رو میکرد، و الا اگر الان شنیدیم اثر رو نکرد، باورمون نیامد، اون زمان هم که ببینیم و بشنویم همینقدر، بیش از این نیست، فقط ادعا و هوس میشه. چنانچه خیلی ها بودند دیدند شنیدند و بیش از دیدن و شنیدن چیزی براشون نماند. لذا نگاهمون به روایات و آیات با این نگاه باشه که باورمون بیاد که اینا راسته، و الا محرومیت برای انسان خیلی سنگین میشه. میفرماید که فاذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن، الزام بر شما، لزوم بر شما، فعلیکم بالقرآن فانه شافع مشفع، او شفاعت کننده است که شفاعتش قطعا مقبول است. یعنی اگر کسی رابطه با قرآن پیدا کرد نجاتش قطعی است. چرا؟ چرا قطعی است؟ چون با حقیقتی رابطه برقرار کرده که شفاعتش قطعی است. ببینید رابطه رو، فانه شافع مشفع، شفاعت کننده است که شفاعتش قطعا قبول شده است. خب از این علم پرچم رایت عظیمتر برای ما نصب کنه؟ فانه شافع مشفع و ماهل مصدع، و شاکی است که اگر شکایت بکنه قطعا شکایتش تصدیق شده است. یعنی اگر کسی رابطه‌شو با قرآن برقرار نکرد و قرآن برای او لازم بوده، این چی میشه؟ ماهل مصدق قرآن نسبت به او. یعنی سوم نداره، یا قرآن در رابطه با انسان شافع مشفعه، یا قرآن در رابطه با انسان ماهل مصدقه، یا از انسان شفاعت میکنه و شفاعتش قطعا مقبوله، یا از انسان شکایت میکنه و شکایتش قطعا تصدیق شده است. سومی نیست که بگم که حالا اگر من رابطه برقرار نکردم خب دشمنی هم با قرآن ندارم. درسته؟ دشمنی نیست. عدم عمل به قرآن و عدم رجوع به قرآن و عدم ارتباط با قرآن دشمنیه. نمیخواد پشت بکنیم به عنوان اینکه دشمنی بکنیم او که دیگه اصلا. اما این ضرورت قرآن برای انسانه که انسان وقتی که با او رابطه برقرار نکنه در حقیقت چیکار کرده؟ اعراض کرده، نه فقط رو نکرده بلکه اعراض کرده، چون لزوم وجودشه، لازمه کارشه، اصلا امکان نداره. لذا ببینید چقدر تعبیر عظیم و بلنده که یا شافع مشفعه یا ماهل مصدقه، یا شکایت کننده است و تصدیق شده، یا شفاعت کننده است و شفاعتش قبول شده است. بعد می‌فرماید که من جعله امامه قاده الی الجنه، اگر کسی قرآن رو جلوی روی خودش قرار داد قطعا قرآن او را به بهشت وارد می‌کند. قاده، تعبیر با قاده، جلوی روی خودش قرار داد، قاده امامه. ایشون می‌فرماید که در روایت پیغمبر که من جعله امامه قاده الی الجنه و من جعله خلفه ساقه الی النار. جعله خلفه، و اون در حقیقت میفرماید که جعله امامه. امامه یعنی چی؟ یعنی خودش رو با قرآن تنظیم کرد، همون بحثی که
قبل داشتیم، نه خودش رو بر قرآن تحمیل کرد. امام یعنی او داره میبره این رو، نه ای داره حمل میکنه او را، او داره میبره این رو. من جعله امامه یعنی او داره این رو میبره، اما من جعله خلفه یعنی چی؟ این داره او رو میبره، قرآن پشت سر این داره میاد. قرآن پشت سر این داره میاد یعنی چی؟ یعنی من دارم به اونجایی که میخوام ببرم قرآن رو حمل میکنم. همون کسی که تفسیر کنه قرآن رو، من فسر القرآن به رأیه، درسته؟ این تفسیر قرآن به رأیه، هر دو مرتبط با قرآنند. و الا کسی که اصلا با قرآن رابطه نداره که این سخن که من جعله خلفه معنا نداره که برای او، اصلا قبول نداره اصل قرآن که بخواد جعله خلفه. جعله خلفه یعنی کی؟ یعنی کسی که قرآن رو میکشد به اون جایی که میخواد، نه قرآن او را میکشد به اون جایی که او میخواد. تعبیر خیلی تعبیره، یعنی هر دو مبتلای ماست، هر دو مرتبط با ماست. نه بگیم الحمدلله ما که با قرآن با اکرام و احترام حرف میزنیم، نه، اکرام و احترام نیست، مقصود قرآنه، منظور قرآنه، معنای قرآنه که آیا من تحمیل میکنم خودم رو بر قرآن، یا قرآن در حقیقت زمام من رو گرفته و داره به جلو میکشونه. لذا میفرماید که من جعله خلفه ساقه الی النار، از پشت، با اینکه این فکر میکنه این داره او رو میبره، اما ساقه و سوق میده این رو از پشت، قرآن او رو به سمت کجا؟ به سمت نار. همون که مقعده در حقیقت فی ناره، کان مقعده فلیتبوأ و مقعده من النار، در حقیقت او جایگاهش آتش است. اینجا میفرماید ساقه الی النار و هو الدلیل. خدایش همون فرمایش آقای بهجته که ما محرومیت هامون چوب عدم باور هامونه، اختیاریه. ایشون میفرمون محرومیت های ما اختیاریه و اون چوب عدم باورهامونه، چون باور نمی کنیم محرومیم و متحیر. این متحیر بودن از باب نبودن علم نیست، پرچم نیست، بلکه از چیه؟ از نبودن باوره. چون باور نداریم متحیریم، نه چون علم و پرچم نداریم. و الا اگر نبودن علم و پرچم بود، خدای تبارک و تعالی نعوذ بالله مقصر بود، چون حجتش تام نبود. ما ولی عادت داریم گناه رو بندازیم گردن کی؟ ناخواسته بندازیم گردن خدا، چون خودمون رو می‌خوایم تبرئه بکنیم. نمیگیم ما نمی‌خوایم، نمیگیم ما محرومیتمون اختیاری به واسطه خودمونه و عدم باورمونه، میگیم خدای تبارک و تعالی برای ما جور نکرد، استاد قوی قرار نداد، برای ما پیش نیاورد، ما رو مثلا مرتبط نکرد. یعنی بلافاصله تو این حرفمون، با اینکه ظاهرش هم این است که من توفیق ندارم، اما این توفیق ندارم و در نهایت میندازم گردن کی؟ گردن خدا. لذا میفرماید که و هو الدلیل یدل علی خیر سبیل، این دلیل دلالت هم میکنه بر بهترین راه. راست یا دروغ؟ اگر راست باشه بعدن با ما احتجاج بکنن که این دلیل رو براتون قرار دادیم، خیر سبیل رو هدایت میکرد و شما نرفتید. و هو کتاب و تفصیل و بیان و تحصیل، هر چی که میخواید اینجاست، هم تفصیله، هم بیانه، هم تحصیله، که هر کدوم از اینا خصوصیتی داره انشاءالله تو موقع خودش. و هو الفصل لیس بالحزل، یک گفتار جدی و مهم، نه گفتار حزل و شوخی. با ما شوخی نکرده تو قرآن، قرآن تمام جدیت تمام. بله، چرا؟ مگه ما نمیگیم که خدای تبارک و تعالی یذل من یشا و یهدی من یشا؟ دیگه قرآن که از خدای تبارک و تعالی خیریتش بالاتر نیست، مگه نمیگیم؟ این جزائیه، یعنی این کسی که پشت میکنه، نه اینکه قرآن این رو برمیداره میبره. این پشت کردن در حقیقت چی هستش؟ مثل این است که این پشت کردن به قرآن رفتن به سمت ناره، چون قرآن به سمت کجا داره میبره؟ به سمت خیر و جنت و سعادت. اگر کسی پشت میکنه، جهت مقابل حرکت کجاست؟ اگر قرآن نبود و این پشت نمی‌کرد به قرآن، نار معنی نمی‌داد. اما همین که در حقیقت این فاعلیت مطرح میشه در رابطه با امر خیرش نبود و عدم او، در حقیقت شره. چون انسان ضرورت دارد حرکتش به سمت سعادت مطلقه، درسته؟ عدم حرکت به سمت سعادت مطلقه چی هستش؟
عدمه دیگه. لذا بازم میشه نسبت داد این رو به علت یا نه؟ میتونیم بگیم وجود علت در حقیقت سبب در حقیقت وجود معلوله. میتونیم بگیم عدم العله هم در حقیقت سبب عدم معلوله یا نه؟ درست. اما عدم العله یه امر چیه؟ عدمیه. به لحاظ وجودش این نسبت داده میشه، نه به لحاظ عدمش. اگر اینجا رو کردن به قرآن سعادته، پشت کردن به قرآن امر عدم اون سعادته، نه اینکه اینم یه وجود دیگریه. این کوچک شدن، هبوط، از بین رفتن، این در حقیقت نسبتش باز به قرآن درستم هست، مجازم نیست. بعد میفرماید که و هو الدلیل یدل علی خیر سبیل و هو کتاب و تفصیل و بیان و تحصیل و هو الفصل لیس بالحصل و له زهر و بطن. قرآن ظاهر داره و باطن داره. حالا ایشالله اینها رو بعدها مفصلا بیان میشه. فظاهره حکمه و باطنه علم، یا در نسخه دیگری فظاهره حکم الله و باطنه علم الله. ظاهرش چی هستش؟ احکام الهی است. احکام الهی است که اینها محکم بیان شده و آشکار بیان شده و باطنه علم الله، یعنی اون حقیقت قرآن علم الهیه. و کسی که به قرآن رابطه برقرار میکنه چی هستش؟ با علم الهی رابطه برقرار کرده. از کجا به این علم الهی راه پیدا میشه؟ از همون ظاهری که احکام الهی هستش. ظاهره حکم الله یا حکمه و باطنه علم الله یا علمه، هر دو درست. ظاهره انیق و باطنه عمیق. ظاهرش شگفت‌آوره و باطنش بسیار عمیق و پرمغزه. یعنی هم ظاهر در اوجه، هم باطن در کمال عمقه. گاهی یه حرفی ظاهرش زیباست، اما وقتی به معنا بخوان بپردازن معنای تحت، نه، این هم ظاهر خیلی زیبا و آراسته است، هم باطن. این ظاهر رو میتونی ظاهر الفاظ بگیرید، میتونید ظاهر احکام بگیرید. دقت میکنید؟ هر مرتبه از ظهوری نسبت به مرتبه بالاترش میشه ظاهر. هر مرتبه از ظهور عنیقه و هر مرتبه از باطن نسبت به این عمیقه. همه اینا راه داره. لهو نجومون و علا نجومهی نجومون. قرآن با اینکه همش نازله من عند رب است و همش در حقیقت کلام الهی است، اما خود قرآن بین آیاتش نجوم دارد. نجوم یعنی چی؟ یعنی اونهایی که میدرخشن تو بین بقیه، درسته؟ لهو نجومون و علا نجومهی نجومون. مثل اینکه میگیم این ظاهر باطنی دارد و اون باطن باطنی دارد، که اینها در حقیقت اینجا میگه برای قرآن نجومه که اونها محکمات و درخشنده های قرآن هستن. و علا نجومهی نجومون، باز بین در حقیقت اون نجوم، البته در روایات ما هم تفسیر شده ذیل آیای و علامات و به نجم هم یهتدون، که علامات اهل بیت علیهم السلام هستن، نجم خود چی هستش؟ رسول خداست. که هیچ اشکالی هم نداره که بگیم که قرآن کریم چی داره؟ نجوم داره و علا نجومهی نجومون، و تطبیق بشه، مصداقش هم معلوم بشه، که حالا اون جای خودش. آیات نجوم رو هم که 4-5 آیه در قرآن به عنوان نجم آمده، که نجم ثاقب در حقیقت، یا و نجم و شجر کرده و نجم و شجر یست جدان، اون نجم معنای دیگری غیر از این نجم داره، که حالا در تفسیر رجوع میکنید. بعد میفرماید که من حالا نسبت به نجوم مطلب زیاد نوشته بودم، ولی حالا ازش میگذریم تا انشاءالله بلکه بتونیم امروز بسم الله رو اگر بشه بگیم، اقلا بسم الله سوره حمد رو شروع بکنیم اگر بشه انشاءالله. بعد میفرماید لا تحصا عجائبو ولا تبلا غرائبو. نه عجائبش قابل احساس، نه در حقیقت غرائبش قابل پوسیدگی و کهنگی است. نه، راه نداره. بلا به او راه نداره، پوسیدگی به او راه نداره. اینا هر کدومش راجب خلاصه مطالب عمیق است، مصادیقش اگر بیان بشه خوب واضح میشه. فیه مصابیح الهدا، چقدر زیباست. در قرآن چراغ‌های هدایت و مصباح‌های هدایت قرار داده شده. فیه مصابیح الهدا و منار الحکمه. مصابیح هدا و منار حکمت در کجاست؟ منار حکمت اونجایی که علم مناره است و روشن اون محل نوره، اونجا در قرآنه. و دلیل علی المعروف لمن عرف النصفه. کسی که اهل انصاف باشه، انصاف رو بشناسه، دلیل بر معروف برای او قرار داده شده است در قرآن. این چه عکس نقیزش بکنیم چی هستش؟ اگر معروف رو نمیشناسیم، دلیل بر معروف نمیبینیم، معلوم میشه که اهل انصاف نیستی.
دلیل على المعروف لمن نصفه، لمن عرف النصفه، برای کسی که انصاف داره، درسته؟ انصاف رو میشناسه. اگر برای ما نیست، باید برگردیم به اینکه این عکس نقیض شده دیگه. یعنی چی؟ یعنی اون کسی که مثلا نمیشناسه، دلیل بر معروف نیست برش، معلوم میشه اهل انصاف نیست. بعد میفرماید که فلیرع رجل بصره ولیبلغ صفه یا نصفه، هر دو وارد شد، ولیبلغ نصفه نظره. پس در حقیقت هر کسی رجلی رعایت کند و زوم کند و متمرکز کند بصرش را، این رو در حقیقت به سمت قرآن بگرداند و به قرآن در حقیقت بیندازد، و همچنین ولیبلغ نصفه که نسخه بدله نظره، اهل انصاف هم نگاهشون رو چیکار بکنن؟ به سمت قرآن بچرخانن، برسونن. ینجو، اگر کسی این کارو کرد، اگر این کارو کردن، ینجو من عتب و یخلص من نشب، اگر این کارو کردن از سختی، از در حقیقت عتب و همچنین یخلص من نشب، که در حقیقت از نشب هم که اگر بخوان بگن که نشب رو معنا بکنن، یخلص من نشب، نشب رو خلاصه از اون درد سرها و تاریکی ها و ظلمت ها نجات میده. این ینجو من عتب که هلاکته و یخلص من نشب، این در حقیقت قرآن، کسی است که با نصفه نگاهشو به قرآن بندازه. فان التفکر حیات قلب البصیر کما یمشی المستنیر فی الظلمات بالنور. تفکر حیات قلب بصیره، همچنان که مستنیر در ظلمات با چی حرکت میکنه؟ به نور، درسته؟ اگر مستنیر در ظلمات به نور حرکت کرد و متفکر حیات قلب، تفکر حیات قلب بصیر بود، یحسن التخلص و یقل التربص. اینجا تخلص به بهترین وجهش محقق میشه، راحت شدن و عبور کردن، و همچنین درنگ کوتاه میشه. تربص و درنگ برای کسی که با تفکر حرکت میکنه که حیات قلب بصیره، درنگ کوتاه میشه. و قال علی علیه السلام یصف القرآن علی ما فی النهج ینطق بعضه به بعض و یشهد بعضه علی بعض، که امیر مؤمنان علیه السلام هم در نهج البلاغه میفرماید که رجوع بکنید به روایتش، مفصل ترم هست، که قرآن بعضیش به بعضی چی هستش؟ نطق بعضیش، ینطق بعضه به بعض، به نطق میاد بعضیش با زمیمه بعض آیات دیگه، و یشهد و بعضه علا بعضن، و بعضیش بر بعضی شهادت میده، که این با اون که ضرب قرآن به قرآنه که ملعون شده چی هستش؟ ملعونون من ضرب القرآن بالقرآن، تفاوتش روشنه دیگه. ضرب قرآن به قرآن با این که میگه که نطق قرآن به قرآن، شهادت قرآن به قرآن، اونجا قرآن رو با قرآن کنار هم قرار میدادن، ادعی دعبشون بر این بود تا تعاندات و در حقیقت تنافرات قرآن رو با هم به دست بیارن. تا مثل این که مثلا ما میگیم قواس داریم و خائس، قائس داریم و خائس، میگن که در حقیقت کنا نخوز و معل خائزین، ما با اونهایی که فرو میرفتن، تو سوره حجرات دیگه، لم نکن من المسلین و لم نکن نطعم المسکین و کنا نخوز و معل خائزین. خائس کسیست که فرو میره در دریا، اون هم اما دنبال ایبیابیه، دنبال چیزهایی است که در حقیقت مضرند، بدند، عیبیاب خائز. اما قواس که هستش حسنیاب، هر دو خوزه، هر دو فرو رفتنه، اما یکی دنبال عیبیابیه، یکی دنبال حسنیابیه. دقت، او قواس میگه لا یناله قوس الفتن، اون قواس هایی که دنبال بهترین ها هستن، لا یناله، به ذات خدای تبارک و تعالی دسترسی اینها ندارند، در عینی که قوس الفتنن، بهترین در حقیقت هوش ها و استعداد ها و استعداد ها هستن، اینها راه ندارن به اونجا. اما تو اینجایی که میگه، یعنی بهترین رو مثال آورده، در اینجا میگه کنا نخوز، و ما با کسانی میشستیم توی جلسه ابیابی میکردیم، این کنا نخوز و مع الخائزین، اینا فرو رفتن تو ابیابی وجود مردم، ما هم نخوز و مع الخائزین، اینم یه نوع عمق پیدا کردن منتها در ابیابیه. لذا در اینجا هم که میفرماید که نطق بعضی به بعضی، آیات رو در کنار هم قرار میدن تا تفسیر آیه روشن بشه، اما بعضی ها از همین روش در مقابلش استفاده میکردن، برای چی؟ برای اینکه دو تا آیه رو کنار هم قرار بدن تا این رو ابراز تخالف از توش در بیارن، تا محکوم کنن آیه رو. این میشه ضرب قرآن به قرآن،
دقت میکنید؟ این میشه نطق قرآن به قرآن، ینطق و ب... لذا بعضی این دوتا رو با هم مخلوط کردن و گفتن تفسیر قرآن به قرآن از باب نهی ضرب قرآن به قرآن ملعونه. حالا ببینید مقالم نوشته شده. همچنان که بحث دیروزمون که عرض کردم، اگر رجوع کنید به همین مقالاتی که تو اینترنت نوشت، الا ماشاءالله مقاله نوشتن که علامه مخالف اهل بیت علیهم السلام است. چرا؟ چون گفته تفسیر قرآن به قرآن. حالا کلام دیروز ایشون رو دیدید که تفسیر قرآن به قرآن رو چه عظمتی در تفسیر قرآن به اهل بیت علیهم السلام و نبی ختمی رو بیان کرد در همین مقدمه کتاب که و اون جلد 12 بود که براتون عرض کردم. ببینید نگاه چه جوره. حتی اونجا میگه در جایی که اگر جایی پیدا بشه به واسطه اون آیه که آمد که عرض کردیم خدمتتون، اگر جایی نبی ختمی در رابطه با ظهور قرآن بیانی بفرمایند که مشافهتا انسان بشنوه از اون منصرف بکنه، هنوز ظهور قرآن منعقد نشده به واسطه این بیان. چون این بیان چی هستش؟ این بیان قرآن میفرماید این مبین قرآنه، لتبین للناس ما نزل الیهم. اون ما نزل در حقیقت تازه با بیان او. خب این بیان رو ببینید با اون که بگن. و تو هر آیاتی که ایشون بیان میکنه بلافاصله ذیلش بحثون روایی داری، درسته؟ و اینا میگن وقت این مخالفه، اگر این مخالف اهل بیت علیهم السلامه که در این وقت کی پس موافق اهل بیت میشه؟ ما نمیخوایم بگیم که دیگه کسی موافق نیست، اما بیم چجوری، چقدر بی انصافی. لمن عرف النصف، انصاف خیلی خوبه، انصاف خیلی، نقد داره آدم نقد بکنه، اما اتهام زدن به یک مؤمن که من اهان لی ولی فقط بارزنی بالمبارزه، اگر کسی به ولی من اهانت بکنه من رو به مبارزه طلبید. خدای تعالی میفرماید لذا نسبت به اولیاء حق، نسبت به بزرگان، نسبت به مؤمنین حواسمون باشه. اگر نقادی داریم نقادی خوبه، اما توهین، اما تهمت خیلی بده. حواسمون باشه زبانمان نعوذ بالله به توهین و تهمت گرفتار نشه. بیان علمی و نقد علمی البته خیلی خوبه. بعد میفرماید که هازا هو الطریق المستقیم و الصراط السوی الذي سلكه معلم القرآن. اینها معلمین قرآن چی هستن؟ معلمو القرآن. اینها راه رو طی کردن. کدام راه رو؟ تفسیر قرآن به قرآن رو، که با آیات قرآن که یشهد بعضه علی بعض، ینطق بعضه به بعض، در حقیقت چی هستش؟ همین راه رو. و هداته صلوات الله علیهم، یعنی راه رو به ما اینها نشون دادن که چجوری بیایم، و خود راه رو هم دائما برای ما تمرین دادن ما رو تا یاد بگیریم. علاوه بر اینکه راه رو نشون دادن، تو راه هم دائم با ما چیکار میکنن؟ تمرین میکنن. هر سوالی که از ایشان شده از همین طریق جواب دادن تا یه تمرین دوباره برای حرکت ما باشه. و سنز و ما تیسر لنا به اون الله سبحانه من الکلام علی هذه الطریقه فی البحث عن الآیات الشریفه. ما این روش رو به جای اینکه بیایم تک تکش بیان بکنیم، جدا اینو بکنیم، تو خود آیات قرآن راه رو نشون میدیم که چه جوری اهل بیت علیهم السلام و نبی ختمی چیکار کردن. این راه رو به ما توی خود روایاتشون نشون دادن، همین جور طی کردن. سنز و ما تیسر لنا به اون الله سبحانه من الکلام علی هذه الطریقه فی البحث عن الآیات الشریفه فی ضمن بیانات قد اجتنبنا فیها ان نرکن الی حجت. ما سعیمون بر این است که تو بیان قرآن این که اعتماد بکنیم به حجت نظریه فلسفیه او الی فرضیت علمیه او الی مکاشفت عرفانیه پرهیز کنیم از اینها. بعد از این که آیات رو بیان کردیم، البته میایم در حقیقت حرفایی رو که در این ضمن زده شده رو بعضیش رو چیکار میکنیم؟ پس از بیان آیه با قرآن و بیان در حقیقت آیه با روایات، البته بعدها بحث مختلف هم ذیل هر، ولی این رو هیچ موقع قبل از آیه و بیان آیه این کارو نمیکنیم. یعنی پس از اون میایم، حالا که آیه رو فهمیدیم، اون وقت این بحثا رو میبینیم آیا مطابقه با این هست که او ما رو ببره به سمتی که میخواد، نه اینکه ما بکشونیم به اون سمتی که میخوان. و احتراز نافی ها، ما احتراز کردیم ان نزع الا، ما احتراز کردیم از همه الا نکتتون ادبیه، یه نکات ادبی که لازمه ادبیات عربه که جزء لوازمه و قرآن هم به زبان عربی مبینه، الا نکتتن ادبیه یحتاج الیها فهم الاسلوب العربی او مقدمتون بدیهیه. دو چیز رو ما فقط در اینجا از ابتدا همراه تفسیر داشتیم. یکی چی؟ یکی در حقیقت قواعد عربی و اون نکات ادبی، یکی هم چی؟ بدیهیات و اون اولیات رو. او مقدمتون بدیهیه او عملی، یا مقدمه بدیهی یا عملی که لا یختلف و فیه الافهام، که همه ذهنها در او مشترکن و مخصوص به ما نیست که بخوایم تحمیل بکنیم. بله. از بدیهیات شروع بکنه، عرضم کردم.
مسلمات فلسفی دو قسمه. ببینید مسلمات فلسفی یکی مباحث نظری است که مبتنی بر بدیهیاته، یکی خود بدیهیاته. ما الان میگیم بدیهیات رو کسی فلسفه هم نخونده باشه، بدیهیات رو که داره که، اما مسلمات دیگر نظری فلسفی رو نداره. لذا ما تو مرتبه اول بحث که بحث از آیات قرآن احتیاج به مباحث نظری فلسفی نداریم، هرچند مسلم باشه، ولی به نکات به اصطلاح به بدیهیات، چرا بدیهیات مشترکن همه، چه فلسفه خونده باشن چه فلسفه نخونده باشن، کاری به فلسفه نداره. فلسفه هنرش این است که بیاد چیکار بکنه، بدیهیات رو برای ما آشکار میکنه، اونی که ما داریم رو، اونی که درون استفاده میکنیم ازش چیکار میکنه، میاد میگه اینایی که شما دارید استفاده میکنید این ها، نگاه میکنیم ببینیم همینه، این تو مرتبه اول اینه، لذا کاری اینو ما ازش استفاده میکنیم، این نکات بدیهی رو. بله، لذا می فقط تحصل من هذه البیانات موضوعت علی هذه الطریقه من البحث استفراغ الکلام فی ما نذکر، ما تمام موضوعاتی رو که توی این کتاب طی کردیم رو خلاصه میکنیم در چند بحث. این خلاصه کردن در چند بحث یه بحث، یه کار اساسی است که کسی میتونه این نگاه و این بینش رو داشته باشه که یه سلطه و سیطره‌ای به مباحث علمی پیدا کرده باشه. از جهت چی؟ از جهت اون نظام فکریش. میگه ما تمام مباحث قرآن رو بعد از اینکه کنکاش کردیم در خلاصه 8-7 موضوع بیان میکنیم، 7 موضوع که ایشون به وزان این 7 موضوع بعد از قرآن چیکار کرده، بعد از تفسیر قرآن 7 رساله نوشت، 7 رساله نوشت، 7 رساله با همین موضوعات نوشت، که اینجا البته یک موضوعش متفاوته که حالا عرض میکنم. این چارچوبی که در اینجا در این بیان میکنه تمام نظام فکری است که اگر انسان خوب بتونه با این رابطه برقرار کنه هر نکته ای جای خودش میره، متحیر نیست این نکته به کدام شاخه ملحق بشه، ساختار سازی داره میکنه تو نظام فکری، برخلاف ما که معمولا کمتر بلدیم نظام فکریمون رو ساختار سازی بکنیم. ایشون این 7 موضوع، 7 موضوع مترتب متکامل یک نظام فکریه که تمام المیزان رو، 20 جلد رو و تمام افکارش رو و تمام اونچه که اندیشه ها و اون یافته هاش بوده رو چیکار کرده؟ با این 7 موضوع، با این ساختار ارائه داده. لذا اون 7 رساله هم مطابق همین ها نوشته شده. میفرماید 1. المعارف المتعلقه به اسماء الله سبحانه و صفات خدا من الحیات و العلم و القدره و السمع و البصر و الوحده و غیرها و اما الذات فستطلع ان القرآن یراه غنیا عن البیان، که خیلی مطلب عالی است که ذات الهی موضوع هیچ حکمی نیست، ذات الهی موضوع هیچ حکمی نیست. چرا؟ چرا موضوع هیچ حکمی نیست؟ چون مجهولة الکنه علی الاطلاق. مجهولة الکنه علی الاطلاق یعنی چی؟ همون که در روایت لا تتفکروا فی ذات الله، درسته؟ تفکر در ذات الهی نکنید، ذات الهی مجهولت الکنه. هر حکمی که شما بخواید بکنید آیا باید تصور کرده باشید این حکم یا نه، مفهوم باید باشه یا نباشه، تا اومد تو مفهوم تو مرتبه فهم چی شده؟ محصور شده، محدود شده، دقت میکنید؟ لذا اگر اسماء و صفات حق رو هم ما تصویر میکنیم بلا فاصله زمیمش میکنیم لیس کمثله شی، لیس کمثله شی، یعنی با اینکه این هم این فهم، اما ذات دیگه در حقیقت چی هستش؟ از این مرتبه، از لیس کمثله شی هم چی هستش؟ اون اوجش عظیم تره که حتی لیس کمثله شی مبین او نیست. لذا ایشون تو رسالت و ذاتی که اولین رساله رسائل توحیدی است هست، اونجا میفرماید که هیچ مفهومی گویا نیست، حتی همین مفهوم که هیچ مفهومی گویا نیست، یعنی حتی همین لیس کمثله شی در اینجا چی هستش؟ موضوع ذات از این خارجه. لذا تو اونجا میفهم لیس کمثله شی و هو السمیع البصیر، یعنی تو مرتبه سمیع بصیر لیس کمثله شی، خدا سمیع بصیره، صفت دارد، سمیع بصیره، اما لیس کسمعه سم، لیس که اینجور نیستش که بصر او و سمع او آلت داشته باشه، او در حقیقت همه مسموعات در مرتبه ازلا سمعه، وقتی که هیچ گوشی نبود، درسته؟ عالمان بالمسموعات، همه مسموعات، همه مبصرات، وقتی که هیچ سمعی و بصری نبود. لذا ایشون میفرماید که ستتل، این بحث بعدها خواهد آمد. تو اونجا هم رسالت و ذات که اولین رساله است، اونجا یه بیان بسیار عالی و دقیقی داره و بیان میکنه که اکتنا و موضوع قرار گرفتن ذات، این یه بحث مسلمه، ولی متاسفانه ببینید تو
تو نظام میخوام بیان بکنیم با قرآن بی ادبی میشه. دلم میخواست این بحث تمام بشه. قطع کردن صدا اینجا رو یا هست؟ خب آخه دیگه با قرآن پخش قرآن بی ادبی میشه باید. قطع شده. المعارف المتعلقه بعد این ذات و اما ذات فستتل ان القرآن یراه غنیا عن البیان که ان شاء الله بعدا بیانش رو میکنیم. المعارف المتعلقه به افعاله تعالی اینم یه بحث بسیار عظیمی است که این نگاه اگر ایجاد بشه یاد بگیریم عالم رو از نگاه افعال الهی ببینیم. هر موجودی رو، هر فعلی رو، هر رابطه ای رو با نگاه ربط به خدا و فعل الهی، این نگاه خودش یک چارچوب ایجاد میکنه. المعارف المتعلقه به افعال تعالی من الخلق والامر که یکی از بحث‌های مهمه، والاراده والمشیه والهدایه والازلال والقضا والقدر والجبر والتفویض والرضا والسخط الی غیر ذلک من متفرقات الافعال که همه در رابطه با فعل اینا. حالا بحثش ان شاء الله بیانش یه موقعی که رسیدیم به بحثاش، حالا فعلا چارچوب رو. المعارف المتعلقه بالوسائط جایی که وسائط دیده میشه، معارفی که با حفظ وسائطه. وسائط چی هستن؟ وسائط همونایی هستن که با زبان وحی اونها رو بیان کرده، اون چیزهایی هستن که عین ربط به خدا هستن، عین ظهور حضرت حقن. مثل چی؟ مثل در حقیقت الوسائط الواقعه بین خدای تبارک و تعالی و بین انسان. این بین انسان نکته دقیقیه. کل حجب و لوح و القلم و العرش و الکرسی و البیت المعمور و السما. ببینید تفاوت این نگاه سوم با نگاه دوم خیلی متفاوته. و الارض و الملائکه و الشیاط اینها زواتن دیده میشن. اونجا چی بودن؟ روابط بودن. اینجا چی هستن؟ زواتن، که زواتی که باز این زوات این ظهور حضرت حقن، این تجلی او هستن، ولی زواتن. و الملائکه و الشیاطین و الجن و غیر ذالک. وقت اولش هم فرمود المتعلقه بالوسائط و المعارف المتعلقه بالوسائط الواقعه بین خدا و بین انسان، یعنی تمام اینها رابطه بین خدا و، یعنی اگر انسان از عالم هستی حذف بشه چی میشه؟ تمام وسائط روایات داره، تمام وسائط برداشته میشه، چون اینها واسطه بین خدا و انسانه، که بحث بسیار جالبی جای خودش داره. المعارف المتعلقه بالانسان قبل الدنیا که ایشون اون ستا رساله اول رو، ستای اول رو با در حقیقت رساله، چون اینجا ذات و اسماء و صفات رو یکی کرد، در اون رسائلش دوتا کرده، رسالت و ذات، رسالت الاسماء و صفات، بعد رسالت الافعال، رسالت الوسائط. چهار تا رساله در رسائل توحیدیشه که اون چهار تای ستای اول میشه. ستا دومی، ستا رساله دیده رسالت الانسان، انسان قبل دنیا، انسان فت دنیا، انسان بعد دنیا. انسان قبل دنیا چه معارفی درشه؟ بحث خلقت انسان، بحث تعلق روح به بدن، بحث تمرد شیطان و سجده ملائکه، بحث عالم زر و بحث‌های از این سن که انسانشناسی اسلام بر این اساس مبتنیه. انسانشناسی اسلام بر اساس انسان قبل دنیاست که تو انسان قبل دنیا تحقق پیدا میکنه که کیست انسان، چیه انسان، چیستی انسان اونجا معلوم میشه، که یه بحث بسیار دقیقی است که بحث هبوط و بحث‌های اینجوری همه اونجا مطرح میشه. المعارف المتعلقه بالانسان فی الدنیا که معرفت تاریخ نوعه، نه تاریخ انسان به ما و افراد، تاریخ نوع انسان. تاریخ نوع میشه چی؟ یعنی معرفت حقیقت انسانی، حقیقت انسانیت، که معرفت تاریخ نوعه و معرفت نفسه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ان شاء الله بقیه‌اشو بعد تطبیق میکنیم.